سه تا از چهار تا نیروی اصلی طبیعت، یعنی نیروی هسته ضعیف، نیروی هسته قوی و الکترومغناطیس توسط بوزون‌ها در فضا جابجا میشن. نیروی هسته قوی و ضعیف برای ما خیلی قابل درک نیستن چون خیلی نمیتونیم حسشون کنیم، ولی نیروی الکترومغناطیس و نیروی چهارم که جاذبه است همیشه باهاش سر کار داریم، همیشه میتونیم حسش کنیم، یعنی از صبح تا شب، شب تا صبح تو زندگی ما هستن. از غذا درست کردن، چشیدن، بو کردن، لمس کردن تا الکتریسیته و نور، همشون با الکترومغناطیس در ارتباطن. جاذبه هم که همتون میدونید که چسبیدیم زمین نمیذاره بریم هوا. همونطور که تو ویدیو قبلی اشاره کردیم، لینکشو براتون میذاریم بالا اگر که دلتون خواست بریم ببینید. تمام ذرات بنیادی در جدول استاندارد مدل تعریف شدن. روابط ریاضی حاکم بر این جدول کامل و دقیقه و همه چیز رو داخل خودش جا داده به جز یک مورد، جاذبه. در مقیاس بزرگتر از اتم همه میدونیم جاذبه به دلیل خمیدگی فضا زمان یا همون جنرال تئوری آف ریلیتیویتی اینشتین کار میکنه، به این معنی که اجسام به دلیل جرمی که دارن فضای اطرافشون رو خم میکنن و به همین ترتیب به سمت هم سقوط میکنن. مثل سه تا نیروی اصلی دیگه، ما انتظار داریم نیروی جاذبه یا همون خمیدگی فضا زمان در مقیاس ذرات ریزتر از اتم یا کوانتوم پارتیکل ها دارای ذره‌ای باشه که باعث انتقال نیروی جاذبه بشه. اسم این ذره خیالی رو گذاشتیم گراویتون. مشکل اینجاست که وقتی گراویتون رو کنار ذرات بنیادی دیگه توی جدول استاندارد مدل قرار میدیم، محاسبات ریاضیمون همه چیزش به هم میریزه. یعنی بی نهایت تا پاسخ از این مدل استخراج میشه و ما نمیدونیم که باید کدومش رو در نظر بگیریم. مشکل اصلی جاذبه اینه که در مقیاس ساب اتمی یا ذرات ریزتر از اتم نسبت به سه تا نیروی دیگه خیلی ضعیف‌تره. بزنین یه مثال بیریخ براتون بزنم. بیاین. زمین با همه بزرگیش و جرم زیادش نمیتونه این کلیپس رو وقتی که در برابر یک آهنربا که میدان الکترومغناطیسی خیلی ضعیفی داره سر جای خودش نگه داره و در نهایت این کلیپس جذب آهنربا میشه. همین مثال بیریخ به قدری مسئله مهمیه که اسم مخصوص خودشو داره، هایرارکی پرابلم. اگر فرض کنید اندازه نیروی الکترومغناطیس این آهنربا برابر یک، اندازه نیروی جاذبه برابر 10^-36 خیلی ناچیزه. برای که بهتر متوجه شین بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم. اتم هیدروژن یه دونه پروتون و یه دونه الکترون داره. قطر این اتم حدوداً برابر 10^-10 متره. حالا مقدار نیروی جاذبه بین پروتون و الکترون هیدروژن برابر نیروی الکترومغناطیس یه دونه پروتون و یه دونه الکترونه که در فاصله به اندازه طول کل جهان نسبت به هم قرار گرفتن. اینقدر تأثیر نیروی جاذبه در ذرات ساب اتمیک ضعیفه. به دلیل بیش از حد ضعیف بودن نیروی جاذبه در مقیاس کوانتوم، اگر ذره‌ای مثل گراویتون برای انتقال نیروی جاذبه در این مقیاس وجود داشته باشه، ما به روش‌هایی که ذرات دیگر رو بررسی و شناسایی کردیم نمیتونیم گراویتون رو شناسایی کنیم. به این دلیل که ما وقتی می‌خوایم یه ذره خیلی کوچیکی رو توی یه فضای کوچیکی بررسی کنیم، باید یه میزان مشخص انرژی رو توی اون نقطه متمرکز کنیم و بعد به کمک پروب یا دیتکتورها اون نقطه رو بیایم شناسایی کنیم و مطالعه کنیم پارامترش رو. حالا در مورد گراویتون، اگر که وجود داشته باشه به قدری کوچیکه که ما مجبوریم توی یه فضای خیلی خیلی کوچیک میزان انرژی خیلی زیادی رو متمرکز کنیم و با این کارمون توی اون نقطه یه دونه بلک هول یا سیاه چاله تولید میکنیم و ما برای اون امکان پذیر نیستش که بتونیم داخل سیاه چاله یا بلک هول رو ببینیم. حتی اگر میزان انرژی که توی اون نقطه متمرکز کردیم و زیاد کنیم و افزایش بدیم، تنها اتفاقی که میفته فقط بلک هولمون بزرگتر و بزرگتر میشه. بنابراین با روش هایی که ما ذرات دیگر رو شناسایی کردیم نمیتونیم گراویتون رو شناسایی کنیم و پیداش کنیم. حالا مورد عجیبتر اینه که وقتی گراویتون رو به صورت یک ذره در نظر میگیرین، مثل ذرات دیگه، مثل فوتون، و بعد میخواییم معادلات ریاضی رو براش بنویسون و تعریفش کنین، همه چیزش به هم میریزه. مثلا برای فوتون ها ما میدونیم که فوتون ها با الکترون ها تبادل انرژی انجام میدن و باعث جابجایی نیروی الکترومغناطیس میشن و وقتی که معادل ریاضیشو بنویسیم همه چیزش کامل و درست و دقیقه. به این معادله میگیم کوانتوم الکترودینامیک. ولی وقتی همین فرضیات رو با همین تیپ معادله میخوای برای ذره گراویتون تعریف کنی، بی نهایت تا پاسخ ازش استخراج میشه، یعنی غلطه. بنابراین تمام روش ریاضی
و روش‌های آزمایشگاهی که برای شناسایی مطالعه ذرات دیگه کار می‌کرد، برای گراویتون وقتی که به عنوان یک ذره در نظر می‌گیریمش جواب نمیده. به همین دلیله که دانشمندا بیشتر از 50 ساله که در مورد پاسخ این معما تحقیق میکنن و سعی میکنن تئوری پیشنهاد بدن که شامل تعریف نیروی جاذبه بشه. از بین تئوریایی که تا به امروز پیشنهاد شده، یه دونه تئوری است که نسبت به بقیه کاملتر و امیدوارکننده تره و شاید بتونه یه روز ما رو به جوابای بزرگی برسونه. نظریه استرینگ تئوری. And in string theory, the idea of extra dimensions comes roaring back. String theorists say that these dimensions may be compactified on a very small scale. String theory takes you before the Big Bang, before Genesis itself. What string theory is at the present time is it's a mathematical structure. That string theory, with a very, very rigid theoretical structure that you really couldn't monkey with too much, predicted that there should be 10 dimensions. همونطوری که تو ویدیو قبلی در مورد استاندارد مدل و تو ویدیو قبل‌ترش در مورد استرینگ تئوری صحبت کردیم، الان میتونیم بگیم که استرینگ تئوری ذرات بنیادی که در جدول استاندارد مدل هستن رو به صورت ریسمان‌های باز یا بسته در نظر میگیره. ریسمان‌ها در فرکانس‌های مختلف ارتعاش می‌کنن و ارتعاششون در فرکانس‌های مختلف باعث به وجود اومدن ذرات بنیادی مختلف میشه و ترکیب‌های مختلفی از این ذرات بنیادی باعث به وجود اومدن مواد مختلف میشه. حالا وقتی که محاسبات ریاضی رو با دیدگاه استرینگ تئوری انجام میدیم، به این معنی که فرض میکنیم این ذرات ریسمان‌های باز یا بسته هستن، اعداد و ارقامی که به دست میاد با هم میخونه. به این معنی که بعضی از ریسمان‌ها مثل فوتون عمل میکنن و بعضی دیگه‌شون مثل گراویتون، همون ذره‌ای که برای تعریف نیروی جاذبه در مقیاس کوانتوم در نظر گرفتیم. توی فیزیک کوانتوم اگر ما یک الکترون رو به کمک یک دستگاهی مثل یک الکترون گان به سمت هدف شلیک کنیم، الکترون موقع شلیک شدن مثل موج عمل میکنه، ولی وقتی به هدف برخورد میکنه به صورت یک ذره ظاهر میشه. از طرف دیگه ما نمیتونیم دقیقا پیش بینی کنیم که این الکترون کجا به اون هدف برخورد میکنه. در واقع هر دفعه که الکترونی در شرایط کاملا یکسان از الکترونگانمون شلیک میشه، ما نتیجه متفاوتی دریافت میکنیم. بنابراین ما فقط میتونیم نقطه فرود الکترون رو با احتمال حدس بزنیم. چطوری؟ به کمک روابط فیزیکی محلهای احتمالی فرود الکترون رو پیشبینی و محاسبه میکنیم. جدا از همه مسیرهایی که پیشبینی میکنیم، تمامی تبادلات انرژی الکترون رو هم در مسیر در یک زمان ثابت پیشبینی میکنیم. برای مثال یک الکترون در حین حرکت به سمت هدف ممکنه 1، 2، یا حتی 3 تا فوتون از خودش آزاد کنه و دوباره توی مسیر تا قبل از برخورد به هدف اونا رو دریافت کنه. در نهایت با جمع کردن همه سناریوهای ممکن میتونیم احتمال فرود الکترون رو روی یه نقطه پیش بینی کنیم. حالا تو استرینگ تئوری روش محاسبه محل برخورد یک ذره مشابه همین چیزی که بهتون توضیح دادم، فقط به جای که اون ذره رو یه نقطه در نظر بگیریم به صورت یک ریسمان در نظر میگیریمش. تفاوتش چیه؟ مسیر حرکت یک ذره یک خطه، در حالی که مسیر حرکت یک ریسمان یک سطحه، مثل سطح استوانه. بنابراین برای محاسبه احتمال برخورد برای زمانی که به جای یک نقطه یک ریسمان داریم، باید تمام هندسه‌های احتمالی که به دلیل مسیر حرکت اون ریسمان به وجود میاد رو در نظر بگیریم. بنابراین با استفاده از استرینگ تئوری نه تنها میتونیم گراویتون رو به عنوان یه ذره در مقیاس کوانتومی برای نیروی جاذبه تعریف کنیم، بلکه میتونیم تعاملش با ذرات دیگر هم محاسبه کنیم. بنابراین استرینگ تئوری رو میتونیم اینطوری تعریف کنیم: ساختاری به زبان ریاضی که بلوک‌های اصلی سازنده این جهان رو به همراه تعریف نیروی جاذبه و تعاملات تمامی ذرات تعریف میکنه. تا اینجا نظریه استرینگ تئوری خیلی امیدوارکننده به نظر میرسه، چون میتونه ذرات بنیادی رو به صورت ریسمان تعریف کنه، تعامل بین ریسمان ها رو میتونه پیش بینی کنه و گراویتون رو میتونه به عنوان یه ذره کوانتومی برای جاذبه تعریف کنه. همه چیز در مورد استرینگ تئوری کامل به نظر میرسه، فقط یه مشکل کوچیک داره، اینکه استرینگ تئوری فقط توی دنیایی کار میکنه که 10 یا 11 تا بُعد داشته باشه و ما تا به امروز موفق نشدیم این بُعدهای اضافی رو پیدا کنیم و روشون مطالعه کنیم.
یکی از مثالهای خیلی جالبی که خیلی از منابع علمی برای درک بهترین بحث‌های اضافه میزنن مثال راه رفتن یک موجود کوچک مثل مورچه روی یه سطح باریکه، مثل شلنگ، نی یا کابل برق. فرض کنین یه مورچه روی یه دونه نی در حال حرکته. این مورچه روی این نی میتونه فقط در دو تا بُعد حرکت کنه، یکی جلو و عقب، یکی هم چپ و راست، یعنی به دور محیط نی. ولی اگر این تصویر رو کوچیک کنیم، فقط یکی از دو بُعدش برای ما قابل دیدن هستن. در واقع بُعد دوم به دلیل کوچیک بودن بیش از حدش تو این حالت برای ما امکان پذیر نیست. بنابراین وقتی مورچه دور نی حرکت میکنه، برای چند لحظه از دید ما ناپدید میشه تا دوباره در بُعدی قرار بگیره که برای ما قابل دیدنه. تفسیر این موضوع یعنی قابلیت حرکت مورچه روی اون سطح در مورد ذرات ساب اتمی به این شکل میشه. وقتی مسیر حرکت یک ذره رو بررسی میکنیم، فقط قسمتی از حرکتش که در سه تا بُعد موجود برای ما وجود داره رو میتونیم ببینیم و شناسایی کنیم. دقیقا مثل همون مورچه که وقتی روی سطح نه روبروی ما حرکت میکنه، ما میتونیم مسیر حرکتش رو ببینیم و بررسی کنیم، ولی وقتی که میچرخه میره پشت نه، دیگه مسیر حرکتش برای ما مشخص نیست. به همین دلیل ما احتمال میدیم نیروی جاذبه یا ذره گراویتون دلیل این که خیلی ضعیفه به خاطر اینه که در بُعدهای دیگه هم داره حرکت میکنه که در حال حاضر ما قادر به شناسایی و پیدا کردن اون بُعدها نیستیم و ما فقط بخشی از این نیرو رو در سه تا بُعد موجودی که خودمون میتونیم ببینیم بررسی میکنیم. با اینکه استرینگ تئوری از نظریه‌های دیگه کامل‌تره و تونسته تعریف درستی برای جاذبه توی کوانتوم فیلد داشته باشه، تا زمانی که نتونیم بُعدهای اضافه رو پیدا کنیم، استرینگ تئوری هم برای ما یک بن‌بست تلقی میشه. شاید چند سال دیگه انیشتین بعدی به دنیا بیاد و بتونه مبحثی که حدوداً 100 سال پیش شروع شده رو بالاخره یه روزی کامل کنه. خیلی ممنون که وقت گذاشتین این ویدیو رو دیدین. امیدوارم که خیلی خوشتون اومده باشه. خیلی خوشحال میشم که برای حمایت از من به کانالم سابسکرایب کنین. تا ویدیو بعدی، خدافظ.